بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخالق. قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا اولیا شهدا به ویژه صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه فرما. به دلیل نقش بی بدیلی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از حریم امامت و ولایت داشتند، اهل بیت علیهم سلام الله اصرار بر احیاء نام این بانوی بزرگوار و آرمانهای این صدیقه طاهره سلام الله علیها دارند. هم شیخ صدوق شیخ المحدثین و هم شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله علیهما این حدیث نورانی رو از یکی از اصحاب بسیار بسیار ارزشمند وجود مقدس علی ابن موسی رضا و امام جواد سلام الله علیهما نقل کردند. راوی شخصیت بزرگواری است به نام موسی بن قاسم. در رجال از او این چنین نام میبرند که در سند بیش از 900 حدیث حضور داره. موسی بن قاسم درباره او می نویسن ثقتون جلیل. مورد وثوق است، مقام بسیار والایی دارد. محضر امام جواد سلام الله علیه شرفیاب شد و عرضه داشت که من مسئله ای رو از دیگران سوال کردم، دیگران به من پاسخی دادن، امروز میخوام از شما سوال کنم. از دیگران سوال کردم آیا میشود به نیابت ائمه طواف کرد؟ به من جواب دادن که نه، ان الاوصیاء لا یطاف عنهم، نمیشود به نیابت امام طواف کرد. امام جواد سلام الله علیه فرمودن نه، خطاست این پاسخ، مانعی نداره، به هر مقدار که میخواهی به نیابت ائمه طواف کن. این راوی بزرگوار میگوید 2 سال از این پرسش من گذشت، بعد از 2 سال شرفیاب شدم محضر امام جواد سلام الله علیه و عرضه داشتم یا ابن رسول الله، به خاطر دارید 2 سال پیش من این سوال را از شما پرسیدم؟ بعد از جوابی که از شما دریافت کردم، از اون زمان هر وقت به مکه معظمه مشرف شدم برای خودم یه برنامه ای در نظر گرفتم و اون برنامه اینه: روز اول فقط طواف میکنم به نیابت رسول الله، هر طوافی دارم به هر مقدار فقط به نیابت رسول الله. امام جواد سلام الله علیه 3 مرتبه فرمودن صلی الله علی رسول الله، صلی الله علی رسول الله، صلی الله علی رسول الله. روز دوم به نیابت امیر مؤمنان، 3 امام مجتبی، تا 10 میرسد به نیابت شما.
به امام جواد عرض کرد. اما به نیابت مادرتون فاطمه سلام الله علیها ربما اطوف، تو برنامه من نیست، گاهی طواف میکنم. برنامه من همین است که گفتم، از پیامبر، امیر مؤمنان، امام مجتبی تا شما. امام جواد سلام الله علیه فرمودن یادت باشه از این به بعد اگر مشرف به زیارت خانه خدا شدی، استکثر من هذا فان هذا افضل ما انت عامله، بیش از همه به نیابت مادرمون فاطمه طواف کن که افضل تمام اون طواف هاست. استکثر من هذا فان هذا افضل ما انت عامله. حدیث از نظر سند، از نظر راوی، از نظر کتاب هایی که نقل کردن جای بحثی نداره. من یه سوال دارم، چرا امام جواد سلام الله علیه اینجوری فرمودن؟ مگر مقام رسول الله بالاتر از صدیقه طاهره سلام الله علیها نیست؟ یادم یه وقتی در محضر یکی از مراجع بزرگوار این حدیث رو خوندم، بعد از منبر بیانی رو ایشون فرمودن، بسیار بیان زیبایی بود. می فرمودن جهتش این است که در طول تاریخ دشمنان اهل بیت اصرار بر محو نام صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن، در برابر موضع گیری اهل بیت به این صورت بود که اصرار بر احیاء نام صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب این جواب، جواب بسیار خوبیه، ولی من به این جواب یه مطلبی رو میخوام اضافه کنم در محضر شما مؤمنین، علمای بزرگوار. ببینید، اگر طواف به نیابت صدیقه طاهره سلام الله علیها افضله و جهتش همین باشد که اصرار بر احیاء نام حضرت، میدانید طواف در نیت ظهور و بروزی نداره، ظهور خارجی نداره، یه دور خانه خداست. من نیت کنم به نیابت پیامبر، امیر مؤمنان یا فاطمه زهرا، بروزی نداره، ظهور نداره. عزیزان، اگر عملی که فقط در نیت قلبی است و ظهور خارجی نداره افضل از عملی است برای پیامبر، برای امیر مؤمنان، اون وقت ببینید این جلسات ما، این برنامه های ما که ظهور خارجی داره، اگر برای صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه، چقدر برتر و بالاتره. این مجالس ظهور و بروز داره، دستجات عزاداری، این که بزرگان ما، علماء ما، مراجع ما، دلسوزان دین ما تأکید دارن که روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها باید مثل عاشورا دستجات عزاداری، اینایی که بروز و ظهور داره، ببینید چقدر با فضیلته. استکثر من هذا فان هذا افضل ما انت عامله. و اما عنوانی که در این محضر بسیار نورانی در نظر دارم و دوستان هم اعلام فرمودن، در همین راستا نقش صدیقه طاهره سلام الله علیها در دفاع از حریم امامت و ولایت مظاهر فراوانی دارد. عزیزان من، اگر به مجموعه اون چه از صدیقه طاهره سلام الله علیها در این 95 روز باقی مونده، اون چه برای ما در تاریخ باقی مونده، خطبه اول حضرت، خطبه دوم حضرت، یعنی خطبه در مسجد، خطبه با زنان مهاجر و انصار، گفتگوهای فراوانی که داشتن، موضع گیریهای فراوانی که داشتن، تا آخرین لحظه وصیت به دفن شبانه، مجموعه مواضع و کلمات صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ببینیم، به حق باید گفت کسی که از جان مایه گذاشت تا شیعه بماند، کسی نبود جز صدیقه طاهره سلام الله علیها. یه نمونش این خطبه فدکیه است. البته من همینجا در مقدمه عرض کنم، به گمانم این نام برای این خطبه نام کوچکی است. خطبه بسیار بالاتر از داستان فدک است. مهمترین بخش‌های این خطبه معرفی جایگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه است.
با یه مقدمه ای که عرض می کنم و مشخص می شود که اهل بیت اصرار بر گفتگوی این خطبه داشتند، اگر خداوند توفیق عنایت کند در سایه کلمات نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها در این مجلس از انوار نورانی کلمات حضرت بهره می گیریم. می دانید این خطبه از نظر اصرار اهل بیت بر گفتگوش خیلی مورد تأکیده. اصولا ما دو تا خطبه داریم، دو خطبه است در طول تاریخ دو موضع متفاوت در برابرش گرفته شده، دو خطبه از دو معصوم، از دو حجت خدا، ولی خدا. یکی خطبه امیر مؤمنان در نهج البلاغه، خطبه سوم معروف به خطبه شقشقیه، و دوم همین خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها. در حالی که اهل بیت اصرار داشتن این خطبه محور گفتگوها قرار بگیرد، دشمنان اهل بیت در طول تاریخ حتی استناد این دو خطبه رو به این دو ولی خدا و حجت خدا و معصوم منکرن، هم خطبه امیر مؤمنان هم خطبه صدیقه طاهره. جهتش هم روشنه، چون بالاترین روشنترین مواضع صدیقه طاهره و امیر مؤمنان در برابر دستگاه خلافت تو این دو خطبه روشن شده است. زید ابن علی ابن الحسین میگوید رأیت مشایخ آل ابی طالب، من میدیدم که بزرگان آل ابی طالب این کلام نورانی فاطمه زهرا رو یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابناءهم، بزرگان آل ابی طالب این کلام رو از پدران خودشون روایت میکردن و به فرزندانشون تعلیم میدادن. از این جمله استفاده میشود حد اقل وظیفه‌ای که ما داریم مخصوصا در مجالس ایام فاطمیه، حتما باید این خطبه محور گفتگوها قرار بگیره. یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابناءهم، این نکته اول. نکته دوم، ببینید اگر اراده الهی بر این تعلق بگیرد که یک سخنی در تاریخ بماند، کی میتونه مخالفت کنه؟ میگن آقا سند این خطبه، واقعا این خطبه حتما مال صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. عزیزان من، باور میفرمایید این اراده الهی است؟ باور میفرمایید قدیمی ترین مصدری که خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در تاریخ برای امروز ما به ثبت رسانده، یکی از کتابهای بسیار معتبر عامه است، اهل سنت، بلاغات النساء. از نام این کتاب پیداست نویسنده این کتاب در صدد خدمت به صدیقه طاهره یا آرمانهای این خطبه نبوده. بلاغات النساء نظرش این بوده خطبه های بلیغی که از زنان در تاریخ ثبت شده جمع آوری کنه. ملاحظه بفرمایید خطبه اولش مال فاطمه زهرا نیست سلام الله علیها، مال دیگرانی است که با حضرت رابطه ای نداشتن. دومی مال صدیقه طاهره است. سومی مال عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها است. مؤلف این کتاب مال کی ولادتش 204، یعنی بیش از 1200 سال پیش. این قدیمی ترین سند از خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیه است. همینطور قرن به قرن، من چون میخوام در نظر بگیرم به هر ترتیب، اگرچه علمای بزرگوار، اساتید بزرگوار من حضور دارن، ولی تصدیق میفرمایند باید جنبه عمومی مجلس در نظر گرفته بشه، من خیلی وارد این فضا و این بخش نمیشم. قرن به قرن در مصادر عامه و خاصه این خطبه آمده است، از شیخ صدوق رضوان الله علیه، شیخ مفید، قبل از اونها سید مرتضی، بعد از اونها مرحوم تبرسی در احتجاج، محقق ارملی در کشف القمه، در منابع عامه قرن به قرن از سقیفت و فدک مال جوهری از مؤلفین اهل سنت است، در قرن هفتم ابن ابی الحدید، همیشه این خطبه در مصادر عامه و خاصه حضور داشته. اراده الهی بماند، جای انکار نباشد، کی میتونه منکر باشه استناد این خطبه نورانی رو به صدیقه طاهره سلام الله علیه. من ایام ماه
مبارک رمضان این سعادت و توفیق رو داشتم در حرم مطالبی را عرض می کردم. گفتم ببینید خیلی از زائرین از کشورهای دیگه وارد مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام میشه. باور کنید اینا تعجب میکنن. اینا مسلمان هایی هستن که در کشورهای دیگه دینشون رو با هزار زحمت دارن حفظ میکنن. حجاب و عفافشون در اونجا جرمه، گاهی زندان داره، ولی با هزار زحمت دارن حفظ میکنن. میان اینجا ام القرا، ام القرا، ایران ام القرا. اگر ایران ام القرا است، اون وقت مشهد تو این ام القرا چه جایگاهی داره؟ گفتم ای کاش میشد تدبیری میاندیشیدن که این مسافران و مهمانهای مسلمان خارجی که میان از کشورهای اسلامی، اگر ممکن بود از فرودگاه مستقیم میرفتن حرم، از حرم برمیگشتن فرودگاه، این فضای شهر رو نمیدیدن، کوچه و بازار رو نمیدیدن. لافت خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها. حضرت راه افتادن، ما تخرم، روایت اینه، راه رفتن حضرت، ما تخرم و مشیتها، مشیت رسول الله مثل پیامبر، اشبه و ناس به پیامبر صدیقه طاهره سلام الله علیه است. آمدن تو مسجد، به محض این که وارد مسجد شدن پرده زدن، بی بی پشت پرده نشستن، کسی که میخواهد خطبه بخواند ایستاده آسانتر میتواند پیام رو برساند. اما زهرا دیگه توان ایستادن نداشت، جلست، نشست، خطبه نخونده. انت انتن اجهش لها القوم بالبکا، یه ناله زده از پشت پرده. اجهش، اجهاش یعنی چی؟ نه گریه کردن، نه گریه، نه. دیدید بچه ها گاهی گریه میکنن، خودشون رو به زمین میزنن، به دامن مادر پرتاب میکنن، این طرف و اون طرف، اینو میگن اجهاش. اجهش لها القوم بالبکا. شما نمیپرسید چی شد جمعیتی که این چنین فقط با یه ناله فاطمه سلام الله علیها زجه زده، چی شد کسی جواب فاطمه رو نداد، دفاع نکرد از صدیقه طاهره؟ خطبه رو ببینید، انشاءالله عرض میکنیم. خطبه که تمام میشود یک نفر نگفت فاطمه راست میگه، یه نفر نگفت. چرا؟ یاد کنم مرحوم آیت الله صدر رضوان الله علیه، فرزند آیت الله العظمای صد، برادر امام موسی صد، ایشون یه کتابی داره تحلیل حوادث بعد از وفات پیامبر، به یه مناسبتی می نویسد، میگه من الان که دارم این بخش از تاریخ رو می نویسم، همین حوادث این روزهای مدینه رو، اشک چشم من بر صفحه این برگه ها و کتاب جاریه، با چشم گریان می نویسم، گریه می کنم که چرا وقتی فاطمه سلام الله علیها آمده مسجد، خطبه خونده، فریاد زده، خطبه دوم رو خونده، با زنان مهاجر و انصار گفتگو داشته، فریاد زده در خانه مهاجر و انصار، یک نفر جواب فاطمه رو نداد، یک نفر. تازه بدن پیامبر روی زمینه، ولی همین امت 25 سال گذشت، دوران امامت امیر مؤمنان سلام الله علیه است، مردم بیعت کردن. به محض این که حضرت خلافتشون شروع میشه، یک زن علم به دست میگیرد. چند نفر رو جمع کرده؟ چند نفر جمع شدن زیر این علم و جنگ جمل رو به راه انداختن؟ یکی از کتابهای بسیار ارزشمندی که من در محضر مخصوصا اساتید خودم روحانیت بزرگوار عرض کنم، متاسفانه ناشناخته است، کتاب اسمال شیخ مفید رضوان الله علیه در تاریخ جنگ جمل، اخیراً تجدید چاپ شده با تحقیق بسیار عالی، از گمشده های تألیفات شیخ مفید است. سالیان سال، بیش از 1000 سال این کتاب گم شده، اخیراً پیش از حدود 50-60 ساله. این کتاب رو ببینید، شیخ مفید می نویسد حدود 30,000 نفر فقط کشته شدن تا این قائله تمام شد. 30,000 نفر کشته شدن. یک نفر این روزها در مدینه جواب فاطمه سلام الله علیها رو نداد. حضرت خطبه خونده، ناله زده، فریاد زده. ببینید چرا؟ رمزش چیه؟ چرا؟ چون میگه من اشکم بر این دفتر جاری این تاریخ رو می نویسم. جوابش یک کلمه است:
عوام فریبی هایی که در جواب صدیقه طاهر سلام الله علیه ها کرد. وقتی حضرت خطبشون تمام میشه چی گفتن؟ این آقا چی گفت؟ گفت فاطمه چی میخوای؟ این که مال بیت الماله، فدک که مال بیت الماله، هادهی مالی، تمام اموالم مال تو، اما من از بیت المال چیزی به تو نمیدهم. فاطمه آمده مال بیت المال رو به ظلم بگیرد و تو از مقام عدالت در مقام عدالت حاضر نیستی، از حق مسلمین بگذری. من بارها گفتم ببین الان ما مجلسمون میخواد تمام بشه، روزه بخونیم، چی میگیم؟ حوادث بین در و دیوار رو همین روزه های مرسومی که از درسته باید گفت، ولی به گمان من بالاتر از این مصیبت ها همین مصیبته که تو این روزها کاری کردن چهره نورانی فاطمه زهرا، زهرایی که مصداق آیه تطهیر است، زهرایی که از مقام عصمت برخورداره، زهرایی که رضا الله رضا فاطمه، به کجا رسوندن؟ متهمش کردن که تو بیت المال رو میخوای برداری. این حدیث رو ابن قتیبه در الامامت و سیاسه داره، وقتی آمدن ملاقات از زهرا سلام الله علیها که داستان معروفه، حضرت نپذیرفتن، امیر مؤمنان رو واسطه کردن، آمدن سلام کردن، من نمیخوام داستان رو بگم. ملاقات که تمام شد رفتن بیرون، اولی گریه میکرد، رفیقش گفت چرا گریه؟ گفت مگه ندیدی دختر پیامبر چی گفت به من؟ ببینید این ظلم بالاتر از این ظلمایی است که تو روزه ها ما میخونیم. گفت عتب کیل بکا امرأتن و تفرح لفرح ها، برای شادی یه زن، گریه یک زن تو تحت تأثیر قرار میگیری، به جایی بر نمیخوره. یه زن فاطمه گریهش تأثیری نداره، شادی و اثر نداره. مصداق آیه تطهیره، مقام عصمته، رضا الله رضا فاطمه، اثر نمیکنه این خطبه. انت انتا اجهش لها القوم بالبکا، زجه زدن، گریه کردن. حضرت منتظر موندن، جلسه که آرام شد دوباره سخن رو شروع کرد. حمد الله، حمدت، حمد الهی، ثنای بر پروردگار. نام پدر رو، به محض این که نام پدر رو بردن، عاد القوم فی بکائهم، دوباره مردم گریه کردن. چرا حضرت ناله زدن نمیدانم، ننوشتن، شاید نگاهشون به این محراب و منبر افتاد. بابا جان همینجا بود، بالا همین منبر فرمودی فاطمه تو بضعتم منی، همین مسیر مسجد و به مسجد تا خانه بود، 9 ماه ایستادی یا 6 ماه یا 9 ماه، سلام، السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم مزد سفارشات نبی را ستمگران، با میخ در به سینه زهرا نوشتن. خب بعد از این حضرت خطبه رو آغاز میکنن که ادامه سخن میماند، ولی من یه جمله از پایان بگم. خطبه که تمام شد، صدیقه طاهره دید نه، مثل که اثری نداره، اینا مرده دلن، اینا تحت تأثیر عوام فریبی ها قرار گرفتن. میدونید حضرت چه کردن؟ روایت اینه، رمت صورت مبارکشون رو برگردوندن به طرف قبر پیامبر، عرضه داشتن بابا بذار با شما درد دل کنم، اینجا فایده ای نداره. قل للمغیب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي و ندائي، بابا تو که میشنوی؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی.